وقتی اومد عصر عاشورا گفت برادر بذار من برم میدان، اول که نیومد بره آب بیاره، من برم میدان. یه جمله امام حسین گفت شما خودتون تا آخرش برید. گفت عباس جون اگه تو بری تفرق عسکری، لشکر من از هم میپاشه. من از شما سوال میکنم غیر از امام حسین و حضرت عباس کی عصر عاشورا زنده بود؟ امام حسین لشکری نداره. شما چی معنا میکنید این رو؟ این همون حرفیه که قرآن راجع به حضرت ابراهیم زده، کان ابراهیم امتا واحده. یعنی عباس جون تو تنهایی یه لشکری. بابا آدمی که وقتی میاد 4000 نفر فرار میکنن این یه آدمه، یه لشکره. یکی به من گفت چجوری 4000 تا آدم بودم؟ هر که در میره خودشو نگاه میکنه، بقیه رو که نگاه نمیکنه. بعد این آیه قرآن رو براش خوندم، گفتم قرآن میگه شیر وقتی میاد گورخر 1000 تا 10000 تا یه شیر از جنگل بیاد بیرون همشون فرار میکنن. آدرسشو بدم تو قرآن بخونید، سوره مدثر. این اطاعت، این پیروی، این ولایت پذیری از امام، این مقام عباس رو بالا برد. عشق و معرفت حماسه، ادب و ایثار و احساس، میرسد از علقمه باز تنین صدای عباس. خدا رحمت کنه مرحوم آیه آقا نجفی قوچانی. آقا نجفی قوچانی یه کتابی دارد به نام سیاحت شرق، خیلی قشنگه. میگه من کربلا اومدم پیاده، نزدیکی های حرم که رسیدم دیگه نتونستم، پام تاول زده بود، گرما زده شدم، یه خودمو کشون رسوندم تو صحن ابا عبدالله، افتادم پای یکی از این ساعت هایی که اون بالا هست، این منارا، افتادم. میگه افتادم از حال رفتم، یه حالت مکاشفه ای بهم دست داد، یعنی حالتی که چشمم باز شد. خودش میگه یک صدا از قبر امام حسین شنیدم، یک صدا از حرم عباس. صدایی که از قبر ابی عبدالله شنیدم این بود: هل من ناصر ینصرنی، هل من ناصر ینصرنی. دیدم هنوز امام حسین داره میگه آیا کسی هست منو یاری کنه. مرحوم آیت الله قوچانی میگه گوشامو تیز کردم ببینم جواب این صدا رو کی میده، دیدم صدای زنگ حرم عباس بلند شد، لبه یا اخا. صدایی که از قبر عباس شنیدم این بود: لبیک یا حسین. دیدم هنوزم امام حسین یه لبیگوی مستمر داره و اون ابوالفضل العباس. ای اسوه ادب و اطاعت، ما را هم بیاموز که مطیع و مؤدب در برابر امام زمان خیش باشیم.